رادیو همراه، بفرمایید. آیده تو اگر اجازه داشته باشم یه مختصری از خودم بگم و بعد موضوع رو مطرح بکنم. بفرمایید. آیده تو من 30 سالمه، بچه پنجم یه خونم که 2 تا دختر داشتن، 2 تا پسر و من بچه آخرم. اختلاف سنیم با بزرگترین بچه 18 سال و با بچه قبل از خودم 9 ساله. من بچه درس خونی بودم توی مدارس راهنمایی و دبیرستانای استاد درخشان بودم و لیسانس و ارشد و دکترا هم توی دانشگاه‌های سطح 1 شهر تهران رشته مهندسی خوندم و در ادامه اون مسیر توی یکی از شرکت‌های حالا مطرح دولتی هم استخدام و مشغول به کارم. یه مسئله و مشکلی که توی این زمینه دارم اینه که دوستان و آشنایان، حالا هم از خانواده یا کسانی که منو میشناسن یا افراد همکار توی محیط کاری، اکثرا یا میشم بگم تعداد خیلی قابل ملاحظه‌شون به من میگن که مسیری که تو داری میری اشتباهه، موندنت اینجا اشتباهه، کار کردنت توی اینجا اشتباهه و تو به درد این ساختار و سیستم نمیخوری، بهتر که خیلی سریعتر خودت از این مسیر جدا کنی، نمیدونم مهاجرت کنی، بری اونجایی که قدرتو بدونن، اینجا کسی قدرتو رو نمیدونه و از این جور مسائل. و یه جورایی میشه گفت اوایلش حالا میشنیدی و رد میشی ولی بعدش انگار که دیگه واقعا یه جورایی مسئله هست و ذهنتو درگیر میکنه. میخواستم ببینم که هایتور توی این مسئله اگر یه مشورتی از شما بگیرم و بسنید. نه، ببین عزیز من، شما یه آدم تحصیل کرده هستی و فرض تحصیل کردگی تو بر این است که متوجه این موضوع شدی که ما یه واقعیتی داریم، یه دنیای علمی داریم، یه دنیای عقلی. این که اصلا یه کسی، حتی پدر و مادر یا خواهر و برادر، به گونه‌ای که شما الان موضوع رو مطرحه باشون حرف بزنن، نشانه خودخواهی و نادانیشون. برای که اولا اومدن برای شما یه تصمیم گرفتن که شما قرار از نظر روانی، از نظر اجتماعی، از نظر هدفها، آرزوها، جدول ترجیحاتتون، نوع زندگی باید اینگونه انتخاب کنید. بعد اینگونه انتخاب کردن باید شما از ایران برید یه جای دیگه. احتمالاً از 50 نفری که این حرف رو به شما زدن 48 تو خارج زندگی نکرد و بنابراین باز یه تصور و توهمی مبتنی بر خودخواهی و نادانی دارن که ما میدونیم آلمان یا امریکا یا استرالیا چگونه جاییست و بعدم میدونیم اونجا چون موضوع فقط و فقط مسئله کار یا درآمده، شما چگونه زندگی خواهید کرد. این که جامعه و فرهنگ و کشور و خانواده و دوستان و همه اینا رو رها کنید، این که برید توی فرهنگ دیگه، یه جامعه دیگه، با یه زبان دیگه، که ای بسا بعد از 20-30 سال مثلا در برخی از جامعه هیچ وقتم پذیرفته نمیشید، همیشه یه آدم خارجی هستید و دائما از اون تفاوت و برخی از اوقات تبعیضم متاسفانه به گونه آزاردهنده بهرمند میشید و یا اذیت میشید، برای شما تصمیم بگیر. و بعدم بسیاری از این آدم ها در حقیقت فرضشون این که من اگر جای تو بودم و اگر تو بودم چنین میکردم. خب نه جای شما هستن، نه شما هستن، نمیدونن اصلا چه خبری، چه هدفی، چه جهتی دارید. یعنی بسیاری از اوقات شما به هر دلیلی یه ترجیحی دارید، یه تصمیمی دارید، یه رنگی رو دوست دارید، یه نوع غذایی رو دوست دارید. اینکه یک کسی بیاد احکامی از این قبیل به گونه‌ای که شما مطرح کردید رو بیان کنه برای من باعث تعجبه. برابه در حدی که من شما رو فهمیدم، شما 30 سالتونه بهترین مدارج علمی رو در کشور خودتون از بهترین دانشگاه ها به دست آوردید، پس بنابراین درها به روی شما باز بوده.
و ای بسا شما در برخی از کشورهایی که الان این دوستان میخوان شما رو بفرستن برید، همچی فرصت و امکانی بهتون نمیدادن یا چه این امکانی به این راحتی به دست نمیومد. حالا بعدا اومدید اینجا، یه جای مشغول به کار شدید و دارید زندگی میکنید، ای بس ما میخوایی تشکیل خانواده بدید و حتما ترجیحتون این است و درستش هم این است که همسر شما ایرانی باشن و به هر حال به عنوان یک کسی مانند یه درختی که در یه سرزمینی در سرزمین خودش بمونه. ما باید یه دلائلی داشته باشیم برای بد بودن شرایط ایران با توجه به هدفهامون، خواستهامون، احتیاجاتمون، انتظارات. بعد در این حالم با این واقعیت به درستی آشنا باشیم که در یک کشور دیگری که غالب اوقات هم با توجه به نوع فرهنگی که ما در ایران داریم، فرهنگ‌های دیگه، فرهنگ‌های به اصطلاح متقابلن، فرهنگ‌های کانتر کالچرن، یعنی فرهنگ‌هایی هستن که همه چیزی که ما این گونه درست و خوب و مناسب می‌دونیم نمی‌دونن. و حالا شما باید دنبال یه چیزایی برید که ای بسا برخی از اونها برای شما اصلا قابل قبول نیست. من نمیدونم این توصیه ها رو آدم ها چرا اینقدر به حساب خودشون فکر میکنن یک آگاهی دارن و بعد یه نوعی راهنمایی میکنن، در حالی که بسیاری از اون آدم ها تو همون کشور اون همه یک ای بسا درصدی از موفقیت ها و پیشرفت های شما و به هر حال آنچه که شما هستید رو نداشتن و ندارن. اینه که من این گفتگوها رو همین گونه میشنوم. بعد شما در یه جامعه هستید که به هر حال الان نگاه و نظری راجع به ایران و زندگی در ایران که اونو میفهم و بعد هم یه درصد بسیار بالایی دلشون میخواد مهاجرت کنه و خیلی بالا، ولی خب یه عده‌ای میدونن با مسائل و مشکلاتی روبرو میشن و یا با توجه به خیلی چیزا، از سنشون گرفته، خانوادهشون گرفته، مهارت‌هاشون گرفته، تسلطشون به زبان گرفته، سازگاریشون با فرهنگ‌های دیگه، با وجودی که دلشون میخواد نمیان. بنابراین اون رو میتونم متوجه بشم، ولی اینکه شما اونو مبنایی قرار بدید و بهش اهمیت و اعتباری بدید به نظر من نداره. خود شما میتونید بگید من این ویژگی‌های روانی رو دارم و اینجا در این زمینه‌ها با آنچه که ساختار فرهنگی جامعه ایران هست، با محیطی که در این زندگی میکنم یا محیط الان شغلی و کاری که دارم، محیط خانوادگیم، بسیار روابط آشنایان و دوستان و نوع گذراندن وقت، برای که اگر هفته 40 ساعت 50 ساعت هم کار میکنین هنوز 40 ساعت اضافه دارید، گذران اون که چه کار میکنم، چگونه زندگی میکنم، ترجیحم این است که همین جایی که باش آشنا هستم و میدونم بمونم، یا در این زمینه ها من موضوع و مسئله و مشکلی دارم که در حدی که تحقیق کردم و مطالعه کردم و همه گونه ازش در حد ممکن خبر گرفتم، خب من برم آلمان یا برم کانادا یا برم استرالیا، خب این جنبه های مثبت رو پیدا میکنم، اینا اهمیت و ارزشش برای من ایناست. وقتی مقایسه میکنم خب مثل یک تصمیم 80 به 20 70 به 30 هست که 80 درصد بهتره من برم، بعدم خب باید خودم رو برای خیلی چیز آماده کنم. از جمله یک کسی مثل شما اگر یه مردی باشه که موضوع خانواده و زندگی خانوادگی و داشتن همسر و فرزند یا فرزندان برش مهم باشه، خب در این سن و سال که به اینجا رسیدید حتما سرایتون این هست که این ازدواج رو در ایران بکنید و حتی بچه ها رو هم در اونجا بیارید که خاطرتون آسوده باشه این قسمت از حمایت و آگاهی که دارید، حمایت از دیگران، آگاهی که خودتون دارید به راحتی میگذره. بچه ها هم بهتر است که در اون جامعه و فرهنگ، همسر شما ایرانی، با زبان فارسی و این فرهنگ آشنا بشن. حالا بعدا اگر خواستید آگاهی ها و اطلاعات بیشتر رو پیدا میکنید تو میاد خارج، ضمناً خودتون رو هم چه از نظر زبان چه از نظر اینکه میخواید چه کار بکنید میتونید آماده تر کنید، حتی یه سفری بیایید یه دو ماه سه ماه بمونید، خودتون از نزدیک ببینید که چگونه زندگی در انتظار شماست و بعداً تصمیم بگیرید. ولی زیر بار حرفایی از این قبیل و سخنرانی هایی که متاسفانه ما یه مردمی هستیم که اولا یه باوری داریم که آدم ها رو باید به راه خوب و درست تشویق کرد، از راه بد باز داشت، یعنی یه فضولی و یه دخالت و یه خودخواهی که اصلا در این تفکر و در این ذهنیت وجود داره.
و بعدم این رو در باره موضوعی پیچیده مثل مهاجرت کندن از یه زندگی و رفتن همراه با ده ها حتی صد ها عامل ناشناخته و مبهم روبرو شدن، همه اینا را آدم ها فکر کنن میدونن. این درست مثل اینکه کسی بدون اینکه شما را دیده باشه بگه رفتم توی فروشگاه برای یه دست کت شلوار و یه کفش خرید، ولی خب احتمالا اگر 20 نفر هم این کار رو بکنن یکی از اون کفش و لباس ها به شما نمیخوره. یعنی بسیار مشخصه که اون اندازه ها، اون به هر حال نوعی که شما دلتون میخواد پوشششتون باشه یا کت شلوارتون باشه یا کفشتون باشه نخواهد بود. به در نتیجه مردم به نظر من همین گونه دارن برای شما تصمیم میگیرن. میست که من بهتون بگم من فکر میکنم امروز الان اونجا که شب هست اگه شام نخوردی بهتره غذاتون خورشت قیمه باشه یا فرض کنید چلو کباب باشه. بعدم فکر کنم واقعا یه راهنمایی فرمودم و یه بیاناتی که بسیار مفید و مناسب است و خود شما ازش خبر نداشتید تا نمیدونستید رو به شما توصیه کردم. حالا دکتر ممنون از توضیحی که دادین. توی این موضوع یکی اینه که اگر بنا به تصمیم گیری تو لحظه‌ای باشه که الان توش هستیم، خب موضوع تقریبا میشه گفت یه جورایی حل شده است. ولی وقتی به یه عمر کاری 30 ساله داری نگاه می‌کنی و به این فکر می‌کنی خب 30 سال دیگه قراره مثلا شرایط به چه صورتی باشه، و از طرفی وضعیت فعلی رو می‌بینی که می‌بینی آقا مثلا توی یه شرایطی، حالا به هر حال اینجوری هست که هر تقریبا روزی بدتر از دیروزشه و هر هفته بدتر از هفته قبلشه، و آدم فکر می‌کنه خب مثلا توی دوره 30 ساله این احتمالاً خیلی پایان خوشی نداره، و اینجاست که آدم اون توی در واقع تصمیم سخت قرار می‌گیره. حالا نه بذارید اول دو سه تا مسئله رو چی میگن. نه صبر کن. اولا افراد دوربر که بذارید کنار عزیز، این مثل این است که تمام فامیل محترمتون درباره دارویی که دکتر بهتون داده اظهار عقیده و نظر کنه، اصلا اون که بی‌معنیست عزیز. اما شما الان دو سه تا استدلال کردید. اولا ما یه قاعده‌ای داریم عزیز که ما تصمیم رو بر اساس آنچه خوب و درست و مناسب الان میگیریم، و تصمیم اگر خوب و درست و مناسب رو میگیریم، نه اینکه بگیم خب این تصمیم الان درسته ولی 10 سال 15 سال دیگه چی، جز در شرایط خاص این معنا نداره. چون اگر شما تصمیم الان درست بگیرید احتمال که 5 سال و 15 سال بعدم چون اونو به حساب آوردی تصمیم درستی باشه خیلی بیشتره، تا اینکه شما الان تصمیم درستتون یه چیز عکسش انجام بدید بگید چون آینده چنین. بنابراین این شماره یک. دوم، شما الان آمدید یه واقعیتی رو بیان میکنید، اونو کاملا من متوجه هستم، ولی آمدید اینو تعمیم دارید برای 30 سال آینده. یعنی یه فرضی گرفتید که هرچی که شما علت یا عامل مسائل و مشکلاتی میدونید که دوستانتون یا خود شما بهش توجه دارید، این وضعیت 5 سال دیگه و 15 سال دیگه 30 سال دیگه هم هست. خب این یه مقدار جای گفتگو داره، برای که پدیده‌های اجتماعی تاریخی پدیده‌های خطی نیستند، و بنابراین این تصور که ما اگر چنینه چنین خواهد بود جای گفتگو داره. اگر یه تجزیه و تحلیل واقع بینانهی بکنید میتونه مسئله چیز دیگری باشه، یعنی شما رو به اینجا برسونی که حتما این اوضاع نمیتونه مثلا 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه. مورد بعد مسئله شخصی شماست عزیز، یعنی شما در کجا قرار دارید. درست است که روند کلی جامعه رو یا کشور رو شما به گونه این میبینید، ولی مهم اینه که شما در این مسیر کجایید. خیلی از اوقات جایگاه شما 10% جنبه بد و منفی رو به خودش جذب میکنه، 90% رو نه، ولی یکی دیگه ای بس 80%. دوم، شما طرف دیگری دارید که آمدنتون به یک کشور دیگری است که هیچ وقت جز در شرایطی که آدم ها در خطر و مسائل و مشکلاتی داشته باشن البته برای بلند مدت، در مقام مقایسه با یک کشوری که نه فرهنگش رو نه جامعهش رو فرض بریم که اونجا همه چی درسته، خب اگر شما حتی به آمارا نگاه کنید، این کشورها رو نگاه کنید، درباره موضوعی دیگر میبینید ای بسا در برخی از زمینه ها
شرایط بدتری هم دارن. بنابراین موضوع و مورد به مورد فرق میکنه عزیز. این احکام رو اینقدر کلی نمیشه داد. یعنی شما فرضتون برای اینه که چون بیشتر مردم اینقدر پول برای لباس میدن، اینقدر پول برای غذا میدن یا این غذا رو میخورن، ما هم باید این کار رو بکنیم. یعنی اونها نگاه واقع بینانه نیست. شما خودتون حتی اشاره کردید به این مسئله 30 سال، حتی همینجا من باهاتون اشکال دارم. ما در دنیا هستیم که شما 30 سال کار نمیکنید عزیز. دوران 30 سال حتی 40 سال گذشته. ما در دنیا هستیم که سالمیم و نیازمند اونقدر نیستیم و مطالعات نشون میده که ما تا زمانی که کار میکنیم رشد میکنیم و زنده ایم، به وقتی بازنشسته میشیم از پا میفتیم و حتی زودتر میمیریم. یعنی چیزی که من میخوام به شما بگم این است که شما به نظر میرسه اینقدر سرتون درگیر کار و درستون بوده که هیچ اشکالی هم نداره. یه مقدار به هر حال برداشت ها و دریافت هایی از جامعه ایران و جای دیگه دارید و یا حرفا و گفتگوهای مردم که خیلی پایه و مایه ای نداره. همه این حرفایی که شما به من زدید که دیگران گفتن میتونه درست باشه. علتش این است که مهاجرت حتی خروج از کشور برای 5% 10% بهترین انتخابه. اصلا صرف نظر است که کجا میرن. برای 10% 15% انتخاب خوبیه. ولی برای 20-30% بزرگترین اشتباه زندگیشونه. مهم اینه که شما کجایید؟ در چه شرایط و وضعیتی قرار دارید؟ و بعداً اون چی که به شما به گونه ای تحمیل میشه کدامه؟ چون شما وارد سیستم ها میشید و سیستم شما رو میبره. مثل اینکه سوار هواپیما میشید، حالا این هواپیما از تهران میره اصفهان، یه هواپیمای دیگه میره مشهد، و بعد با انتخابتون انتخابای دیگر رو محدود میکنید. بعدم گفتم موضوع شما مسئله الان از نظر من، اگر بخوام نگاه کنم به یه مجموعه، یعنی بگم 1000 نفر آدم با توانایی های شما با وضعیت ایران و خارج رو، من میگم ازدواجتون رو بکنید، بچهاتون بیارید، بعد برید خودتون رو تازه آماده تر کنید. برای اینکه شما بیاید خارج از ایران بخواید ازدواج کنید، شما اون حق انتخابی که در ایران دارید ای بسا 100 خارج برخی از جاش 2. دوم، با آمدن و درگیر شدن با مسائل مهاجرت خیلی از اوقات زندگی ها به خاطری که در محیط نامناسبن به هم میخوره. سوم، مسئله آمدن بچه ها با توجه به اینکه شما آمدید به یک اعتبار در برخی از زمین ها همه چیز را از نو بسازید، همچنین فرصت وقتی به شما نمیده. بنابراین اگر به من بگید برای همین گونه برای 100 نفر تو نظر بده با که 30 سالشونه، تحصیلاتشون تموم کردن، مشغول به کارن، من فکر کنم برای بیش از 95%شون بهتره که ازدواج بکنن، دو بچه‌شون رو بیارن، بعد اگر میخوان بیان بیرون زمین خودشون رو آماده تر کنن، حداقل خاطرشون هست باشه همسر رو انتخاب کردن، بچه‌هاشون رو دارن دیگه، ماجرای انتخاب همسر و فرزند و ازدواج و اینا همه پشت سر گذاشته شده و به دلیل اینکه اون در مراحل اول از اون مرحله ارتباط به حتی مخلوط و به یک اعتبار ترکیب رسیدند، حالا به عنوان یه واحد میتونن بیان خارج. بنابراین میبینید مورد به مورد فرق به فرق فرق میکنه. باز جمله رو تکرار میکنم، برای یک کسی مهاجرت خودکشیه، برای یک کسی مهاجرت نکردن میتونه خودکشی باشه از نظر روانی و زندگی. و من بس شما ببینید کدامش با شما سازگاره. ولی اظهار عقیده و نظر مردم در این گونه موارد به دلیل حساس بودن و مهم بودنش و مخصوصا بیخبر بودن از آن چه که شما هستید، از آن چه که در خارج چه هست، از آن چه که شما در داخل از چه فرصت و امکاناتی برخوردارید، خب موضوع مهمیه. به همجه هست که یه دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم، مهاجرت میتونه برای یه دی خوب و برای یه دی بد باشه، برای یه دی خیلی خوب و برای یه دی خیلی خیلی بد باشه. شما باید تناسبشو با خودتون داشته باشه. اما این توهم و تصور که من اینجا 30 سال میمونم و همش بده، خب این خیلی با واقعیت رو نمیخونه عزیز. شما احتمالاً 30 سال از عمرتون گذشته، فرزند آخر بودید، اونم توی خانواده نسبتاً شروع که میشه از آسیباش خبر داشت، و دوم ناچار باید درس رو خیلی جدی میگرفتید، خودتون از خیلی فرصتها و یا لذایز دیگه محروم میکردید و بنابراین به هر حال نظم و ترتیبی داشتید، ولی این نظم و ترتیب بار ظلم و زور هم داشتید.
و بالاخره شما رو به اینجا رسونده. بنابراین همینقدر که به شما یه فرصت دیگه و یا جای دیگه نشون بدن میتونه جذاب باشه، ولی واقعیت مسئله این است که شاید این یه برداشت سطحی باشه. دوم، گفتم شما اگر به من بفرمایید من اصلا قصد ازدواج ندارم و اصلا قصد بچه دار شدن ندارم، کاملا این معادله عوض میشه، کاملا عوض میشه. ولی خب اون وقت به من یه پیام میدید که آسیبی که شما دیدید چقدر سخت و سنگینه که به این نتیجه رسیدید. اینه که شما مثل کسی میمونید که پشت فرمانه، حالا اینکه به راست بره به چپ بره، سرعتشو کم کنه زیاد کنه، بیسته نیسته، برمیگرده به موقعیت. ولی اینکه از قبلی که حکم کنه بعد از 5 دقیقه رانندگی به پیش به چپ، بعد از 8 دقیقه سرعت رو کم کن، بعد از 15 دقیقه به مدتی برو به راست، اینا فقط از سر خودخواهی و نادانی میاد. بنابراین پیشنهادات و اونا رو میشه شنید، ولی شما باید خودتون اوضاع رو تا حدی که ممکنه ارزیابی کنید و ببینید که میخواید چه کار کنید. ولی عرض کردم قدم اول شما با توجه به اطلاعات، اول تکلیف ازدواج رو روشن کنید و دو تا بچه رو، چون یه بچه که احتمالاً درست نیست، با توجه به شرایط سنی و وضعیت مهاجرت که در ذهن دارید، دو تا کفایت میکنه، پس دنبال سومی هم نباید رفت. تکلیف برای یه مدتی روشنه. حالا هر گونه که خودتون جنبه مثبت منفی حالات روانی خودتون هر چیزی که به ذهنتون میاد رو خوشحال میشم بشنوم. آزتون موضوعی که حالا یه اشاره هم بهش داشتیم، میخواستم در مورد ارتباطات هم یه صحبتی بکنم. آزتون من واقعیت اینه که تا سن 25 سالگی هیچ ارتباطی با جنس مخالف یا مکمل نداشتم، هیچ گونه ارتباطی. و حالا اونجا در واقع پیش که تراپیست خانومی رفتم، گفتم که الان صحبتایی کردم و صحبتم اینجوری به نظر میومد که مثلا خیلی خالی و تنها هستم، ایشون به من پیشنهاد دادن که پیشنهاد میکنم که با جنس مخالف وارد ارتباط بشیم. من از اونجا شروع کردم ارتباط گرفتن با در واقع خانم ها و حالا کسی رو دیدم، دیت کردم و اینها. اول که اصلا خب مثلا خیلی اطلاعاتی نداشتم و اینها، یکی دو تا ارتباطاتی من به نسبت جدیتری داشتم که بیشتر حالت کنجکاوی داشتن. من می‌خواستم هی برم جلوتر ببینم خب چی میشه، حالا قدم بعدی چی میشه، چه اتفاقی قرار بیفته و مثلا حالا این شد حالا بعدی چی میشه. و ولی خب چون خیلی آشنایی پرتی بودن اصلا کلا که اونا حالا به نتیجه نرسیدن، تا اینکه من با یه خانمی آشنا شدم، 3 سال توی ارتباط بودیم. نه بذارید من اول یه صحبتی با شما بکنم، حساب کنین قبل از اینکه برید تون داستان بعد. ببینید عزیز، شما پیامی که دارید به من میدید نشون دهنده کسی است که هم کمی میبینه هم کم میشنوه و حالا میخواد بره جای تاریکی زندگی کنه. یعنی شما کاملا پیداست که یه زمینه یه بعدی دارید. حالا آیا فقط مسئله درس بوده یا باورها و اعتقادات مذهبی بوده یا هر چیزی شما رو تا سن 25 سالگی به اینجا رسونده که دنیا فقط همینه و متاسفانه در جامعه و فرهنگ ما این هست؟ یعنی اون بالانس و توازن رو ندارید. من یک کسی مثل شما رو برخی از اوقات، نه اینکه شما هستید، ولی تعبیر میکنم به یک موجود ناقص الخلقه که بسا سرش بزرگ است به اندازه یه آدم، ولی دست و پاش مال 2 سالگیشه. یعنی اون رو میشه دید. به همینجاست که اولا شما یه جوری حرف میزنید، ببین باز همون گرفتاری منه، شما قرار بوده با شبکه ای از پسرها در ارتباط باشید و این بسا دانشی که درباره دخترها و چه باید کرد و نکرد رو میگرفتید، از اونا بیشتر میگرفتید تا برید دوست دختر بگیرید. یعنی شما نشون میده زندگی شبکه دوستانتون هم ضعیفه و جایگاهتون تو خانواده هم این بوده که شما خب همین ها مسئله است. ببینید عزیز، شما درست مثل کسی میمونید که بگید من میخوام بیام امریکا زندگی کنم، نه زبان بلدم، نه مهارتی دارم، نه پول دارم. خب ما گیریم دیگه. چرا من فرضم بر اساس حرفای شما و نوع پرسشتون این بود که شما وارد یه حوزه و حریمی شدید که اینقدر چی نمیدونید که به نظرتون این آدم های خودخواه نادان از ذره من
دانشمند میاد تا اونجایی که شما رو تحت تاثیر قرار داده و شما کاملا پیداست که اون بالانس رو نداشتید. ببینید عزیز، شما اگر غذای متوازن رو نخورید میمیرید. شما نمیتونید بگید من فقط دو تا ویتامین میخورم، ویتامین دیگر رو نمیخورم. ما تو دنیایی هستیم که مهم این است که اجزای مختلف ما همه رشد بکنه. من یه بحثی درباره رشد دارم، حداقل تو 8 زمینه هست. یعنی رشد فیزیکی ما هست، رشد روانی اجتماعی ما هست، رشد جنسی ما هست، رشد احساسی عاطفی ما هست، رشد عقلی و ادراکی ما هست، رشد اخلاقی ما هست، رشد روابط انسانی ما هست و رشد شخصیت ما هست. یعنی من دستم باید رشد خودشو بکنه، پام همینطور، سرم همینطور. ولی اگر شما یادمی هستید که دو تا دستی دارید که دو برابر دست عادی است به دلیل دانشی که دارید، ولی بقیه کوچیکه، چی؟ شما دارید اون پیام من میدید. و معلومه یه همچه آدمی توی جامعه مانند اروپا یا امریکا اصلا گم میشه، برای که اینجا به حساب نمیاد. یعنی شما به نظر من اون حداقل آمادگی رو برای اون فردیت و هویت و شخصیتتون در زمینه ها پیدا نکردید. این مثل کسی است که نامی نداره، پاسپورت نداره، شناسنامه نداره، حالا بخواد بیاد خارج، خب نمیشه دیگه، بهش پاسپورت و ویزا نمیدن. اینا اون مسئله شماست و به همین جهت است که تصمیمات صفر و صد میگیرید. یعنی برم به خاطر اینکه اونا دارن میگن. من اولا پیشنهادم به شما اینه که یه مرد روانشناس پیدا کنید که نه در جهت مسائل روانیتون، یه مقدار شما رو با مسائل اجتماعی آشنا کنه. دوم، روزی یکی دو سه ساعتی بذارید درباره زمینهای مختلف مربوط به انسان، یعنی هر چی که مربوط به انسان، حتی یکی دو تا کتاب مقدمه بر روانشناسی رو بخونید، درباره جنس مختلف یا مخالف یا مکمل، حالا به قول شما، آگاهی داشته باشید. درباره مسائل جنسی بدونید، یه مقدار اطلاع درباره خانواده بگیرید، درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان بگیرید. چون ببینید اشکال کار شما این یه بودی بودنتونه که متاسفانه در جامعه ایران به وجود میاد، در حالی که من فرض کنید بچه هم وقتی بزرگ میشدن، حتی با معلم پسر کوچکم دو دفعه درگیری میبود که برای چه اینقدر بهش به اصطلاح هومورک یا مشق میدید. ما صبح ساعت 7:30 بیدارشون میکنیم، دعوت شما میره 3 بعد ولشون کنید دیگه، اونا برای زندگی کنن، نه اینکه درس بخونن، نبینن که کتاب تو مغزشون بریزه. علت این که مسئله اصلی و اساسی اون توازن و بالانسه. شما با شبکه دوستانتون هم داشتید، تفریح و سرگرمیتون هم داشتید، ورزشتون هم داشتید، ارتباطات حتی اجتماعی و یا درگیری در فعالیت‌های هنری ادبی می‌داشتید، نه اینکه سرتون بندازید پایین و فقط درسی بخونید. میفهمم در ایران قاعده اینه، کاملا متوجه هستم، ولی الان شما همون وضع دارید. شما اصلا برای محیط خارج آمادگی ندارید، اینجا بیاد گم میشید، اینجا کاملا توی مرحله ای از انزوا و تنهایی، چون الان جدا هستید شما در ایران، اینجا به تنهایی میفتید. مثلا با مهاجرت شما الان ابدا خوشحال راضی نیستم. علاوه شما یه مقدار زیادی فیلم های سینمایی ببینید، فیلم های سینمایی که هر کدومش به شما میگه دنیا یه جور دیگه هم میتونه باشه، آدم ها یه جور دیگه هم زندگی میکنن، یه جور دیگه رفتار میکنن، استدلال میکنن، نتیجه گیری میکنن، چون خودش به شما یه وسعت نظری میده. یعنی حتی شما تماشای فیلم، خوندن کتاب، آشنایی با یه کسی شما رو یه کمی متناسب با امروز کنه. یعنی شما اگه پرس کنید سرتون به اندازه کافی بزرگ است و از نظر علمی دست و پاتون هم باید متناسب با اون باشه. بنابراین اگر شما من میفرمایید که تو با توجه به اطلاعاتی که از من گرفتی پیشنهاد مهاجرت میکنی، میگم نه. و بعدم عرض من این است که شما یه مقدار آگاهی آشنایی پیدا کنید با انسان به طور کلی، و این لازمش رفتن سراغ 3-4 تا دوست پسر یا مرده، اونم آدمای مختلف و متفاوت تو خانواده و فامیل پیدا کنید، چون از اونها خیلی چیزا یاد میگیرید. شما بدجوری در نوعی فاصله و جدایی از بقیه بودید و به میدست که اون دنیا رو برای خودتون ساختید. یعنی حتی همون اطلاعات مربوط به جنس مختلف یا مخالف یا دختران و زنان رو متوان از مرد ها بیشتر یاد میگیرید، قصه ها رو اونا تعریف کنن، اتفاقاتی که افتاده، کارهایی که کردن، کارهایی که نکردن، نتایجی که داده. برای که شما از این حالت یه مقدار بیخبری از اونچه که واقعا در درون انسان ها چه میگذره یا در مورد جنس مخالف فاصله دارید. یه مقداری تو این زمینه
یه چیزایی بخونید، مطالب فراوانی هست، خوشبختانه در ایران ترجمه های خوبی از کتاب ها هست. یه سری هم حتی در جهت تعجب نکنید، پرورش و تعلیم تربیت من سی دی دارم، یا فرض کنید چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید، بحث مربوط به خوشبختی، بحث مربوط به تیپ های شخصیت، یعنی انواع 14 گانه انسان هایی که هستن. یه مقداری خودتون رو به اینا مجهز کنید عزیز، که چراغا رو دور بر خودتون روشن کرد باشه، چون اون چیزی که شما با من صحبت میکنید که کاملا من باش آشنا هستم، برای که با افراد فراوانی مانند شما در ایران در محیط دانشگاهی روبرو بودم، از این حالت یک بعدی و نگاه فقط به یک سمت و سو بیرون بیاد، دور بر خودتونم نگاه کنید. فعلا هم به نظر من نه موضوع مهاجرتتون الان مطرح، کارتون ادامه بدید، و نه موضوع ازدواجتون. ازدواجتون هم از الان یه سال دیگه یا کمی بیشتر، که مطمئن باشید خودتون رو میشناسید، خودتون رو در آینه دیدید، از خودتون خبر دارید، به هر حال انسان رو میشناسید، چون آنچه که شما آموختید برمیگرده به جهان فرض کنید فیزیکی و طبیعی و مهندسی، و در اونجا اوج گرفتید، ولی پرتو اون دانش نمیاندازه روی زندگی خصوصی و شخصی و فردی شما. و تو این زمینه مقدار بیشتر بخونید بدونید. و بعدم گفتم فیلم ها، مثلا فیلم هایی که ذره با خودش پیام یا نوعی از زندگی رو داره، مربوط است به افریقا، مربوط است به امریکا، مربوط است به اروپا، یه مقدار فقط فیلم رو از سر شناخت انسان ها انتخاب کنید، و یه مقدار وقتتون رو هفته دو سه تا فیلم اگر ببینید، خود این 6 ساعت 7 ساعت یه جهان دیگه رو به روز شما باز میکنه. فعلا موضوع مهاجرت رو و موضوع ازدواج رو، چون برای اونم آمادگی نداری، کنار بگذارید، تا سال دیگه خواستید زنگ بزنید ما ببینیم که پسر خوب ما به کجا رسیده. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. باشه اگه میشه من فقط یه نکته اضافه کنم اینجا، اگر امکانش بفرمایید. من با شروعی که کردم طبعا خود ذهن شما خیلی درست رفته سمت این درس خون و اینا. واقعیتی که وجود داره اینه که من اصولا تو خیلی اونقدرم درس خون نیستم، یعنی یه استعدادی دارم توی مثلا کنکور دادن که منو هی توی دانشگاه نه خوب نه سب کن عزیز من خیلی نه آخه این درست نیست. این ببین عزیز، این یه توضیح میدم، ببین پیامم نظرت غلط هستم بر نگار شما، چون فرزند آخری شما 10,000 تجربه دارید که من نمیدونم و نمیتونم، و اون مبنای ذهنیت شما شده عزیز، من نمیدونم و نمیتونم، برای که مشخصه بچه آخر همینه، برای که تمام خواهر برادرشون هم با اون فاصله که داشتن 1,000 کار میکردن که شما نمیتونستید، و شما یه پیام گرفتید که من هیچم. شما الان حرفتون هست که من دارم، شما در قسمت اول حرفتون هست که من در یه جای ایرانی که اون همه رقابت هست از یه دانشگاه خوب دکترامو گرفتم، 30 سالم یه جام شغل گرفتم. خب بذارید من همینجا شما راحت کنم. آخ ببینید چقدر قضاوتتون از 98% آدم ها تو زندگیتون، 99% آدم ها تو زندگیتون شما از نظر علمی و تحصیلی جلوید. حالا اولین انداختید به خاطر فقط این که من چیزی گفتم که مطابق میلتون نیست، من درس خونم نه، درس خون بودید یا نبودید، نمره که گرفتید بعد خودتون میبرید اینجا که من برای بودم نمره بگیرم. خب یعنی چی؟ ببینید شما آخر کار مثل این مونی که بگید علتش این بودی که مثلا مادر بزرگم دعا میکرد من نمرام خوب شد، یعنی میخواید به خودتون مرتبطش نکنید، برای که شما برداشتی که از خودتون دارید هست که من نمیدونم و نمیتونم، برای که فرزند پنجمید، اونو که یه اشاره هم قبلا داشتم و اینو کاملا میشد دید عزیز. اصلا فرزنده، اصلا مهمترین مسئله در کودکی مسئله ضعف و قدرته، دانایی و تواناییه، و شما نتیجه‌ای که گرفتید این است که نیستم، و این بسا تحصیلاتی که کردید تو به اینجا رسید برای یه نوعی مبارزه با اون باور و اعتقاد بوده. عرض منو جدی بگیرید، پیشنهاداتی که بهتون دادم رو انجامش بدید عزیز، و یک سال صبر کنید، مطمئنم یک کس دیگه، فرد دیگه ای خواهید بود که متفاوتید.